سلام علیکم آقا، دوستان عزیز، قشنگ توجه کنید ببینید چه دستگاهی رو آوردم خدمتتون معرفی کنم. این وسیله که اینجا تماشا میکنید رو الان مفصل خدمتتون توضیح میدم چیه. واقعا برای همه ما پرورش دنده و جوجه کشا یکی از عجل واجبات این دستگاه و خیلی ضروریه برای همه ما. آقا، یکی از معضلاتی که ما جوجه کشا داریم در مورد قطعی برق. وقتی برقا قطع میشه دستگاه از کار میفته، یا مثلا مادر مصنوعی از کار میفته، کلا به مشکل میخوریم و جوجه کشیمون رو هواس. خب میتونیم دستگاه جوجه کشی رو وقتی برقا قطع شد با وسیله‌های مختلف روشن کنیم. یا مثلا بعضی از دوستان میگن که آقا دستگاهی که میسازه تا 3-4 ساعت برقا هم بره هیچ مشکلی نداره و دستگاهشون دما رو نگه میداره، مثل فلاکس. ببینید دوستان، واقعیت اینه که دستگاه جوجه کشی دمای داخلش بستگی به محیط داره. وقتی برقا قطع شد و دستگاه خاموش شد، بستگی به محیطت داره. محیطت اگه سرد باشه، خنک باشه، خب سریعتر سرد میشه. روش های مختلف هم میگن، مثلا 1.5 لیتر رو پر از آب جوش کن بذار داخل و اینجور چیزا، ترفند های مختلف هم میگن، ولی واقعیت اینه که نه، همشون ترفندن. اصل قضیه اینه که در برقات که رفت، دستگاهت که خاموش شد، باید به هر وسیله‌ای که شده روشنش کنی اگه میخوای ضریب اطمینانت بالا باشه. خب میتونی از موتور برق استفاده کنی، میتونی از اینورتر و باتری استفاده کنی، یا UPS، همون برق استراری اتومات. UPS همین چیزیه که تو بیمارستان ها مثلا برق رفت، نیازی نیست که خب اتاق عمل نمیشه که مریض مثلا خدا نکرد بمیره، برق که رفت میبینی سریعا برق استراری وصل میشه. UPS همونه که واقعا من خودم پرورش دهندم تو کار جوجه کشی هم دیگه، زیاد برای ما صرف نمیکنه، هزینه های بالایی رو داره که UPS تهیه کنیم. میمونه موتور برق و اینورتر و باتری، که خب اینا هم وسیله ای هستن که دستی هن. میدونی یعنی چی؟ یعنی برقا که رفت اولا باید متوجه بشی، یعنی نصف شب هم شد تو خوابم بودی باید متوجه بشی برقا رفته، یا یه سمت دیگه شهر بودی باید خودتو برسونی پیش دستگاه، این موتور رو روشن کنی، اینورتر رو روشن کنی، دستگاه رو بس کنی به اون، حالا وایسی اونجا برقا که اومد اون دستگاه رو بکنی، قطع کنی. واقعیت اینه دیگه. حالا توی اینورتر و باتری مثلا خود همون باتری ماشینم شارژش تموم میشه، باید ببری بدی شارژش کنم برای دفعه بعد که برقا میره، و کلا داستان داره و دردسر داره. این دستگاه همه مشکلای ما رو حل کرد. این دستگاهی که جدیداً طراحی تولید شده و الان توی بازاره، دستگاهی که نه اینورتره نه UPSه، یه چیزی بین ایناست. ببین قشنگ گوش کنید، این دستگاه به برق شهری وصل میشه، با این سیم برق وصل میکنی به برق خونت. جلو یه دونه پریز داره، حالا اون وسیله‌ای که می‌خوای برق رفت اتومات روشن بشه رو وصل می‌کنی اینجا، یعنی دستگاه جوجه کشی تو وصل می‌کنی اینجا به این پریزه. این ور انبار باتری داره، قرمز مثبت، مشکی منفی، اینم وصل می‌کنی به باتری ماشین، عموما باتری خودرو استفاده می‌کنم، وصل می‌کنی به اون. خب هر موقع که برق هست با برق خونه دستگاه کار میکنه، به واسه اینکه برق رفت اتومات از این باتری استفاده میکنه، اتومات استفاده میکنه، یعنی دیگه نیازی نیست که شما اونجا باشی. خب هر موقع که برق اومد خودش اتومات به برق شهری وصل میکنه، و مهمترین نکتهش اینجاست که باتری رو هم شارژ میکنه. یعنی شما فقط این دستگاه رو داری، دستگاه تو وصل میکنی به این، اینم میزنی به برق، باتری رو هم میذاری اینجا به باتری وصل میکنی، تموم شد. دیگه قطعی برق نداری، خیال تخت و راحت. واقعا به عنوان یک جوجه کش میگم، به عنوان شخصی که تو کار پرورشه و چندین سال تجربه داره میگم، واقعا دستگاه بسیار مناسب فرد و عالی هستش، دقیقا اون چیزیه که ما میخوایم. درسته تو این هفته که تولید شده بیشتر از دستگاه جوجه کشی تو کارهای دیگه، تو صنفهای دیگه اینو خریداری کردم، مثلا برای باغ و ویلا، برای کارگاهاشون، برای دوربین، سیستم امنیتی، دزگیر، کرکره برقی، برای همه این چیزهایی که برق ضروریه و قطع شد خب به حال معطل میمونه، خیلی از این استفاده میکنه. هر وسیله برقی 220 ولتی باشه میتونی ازش استفاده کنی و دیگه نذاری که قطعی برق برات مشکل به وجود بیاره. تو سه مدل 500 وات، 1000 وات و 2000 وات طراحی تولید شدن. این 500، 1000 و 2000ی که گفتم واقعیه ها. مثلا شما میری اینورتر بخری از تو بازار، نمونه های چینیشو بخری، وقتی میگن 1000 واته همه ما میدونیم دیگه، واقعیتا 1000 وات نیست، 500، 600 واته. مثلا عرف بازارش اینه که اون 1000 واتی که میگه استارت اولیش، بعدش دیگه 500، 600 یا نهایتا 700 وات بهت میده. یا وقتی میگه 2000 واته واقعا 2000 وات نیست، کمتره، عرف بازارش اینه. ولی این دستگاهی که ما داریم میگیم 500، 1000 یا 2000، همون واقعیشو داریم میگیم.
شما برای دستگاه جوجه‌کشی یه 500، حالا بستگی به مصرف دستگاهت داره، حالا دستگاه بزرگ باشه که 1000ش رو بخری معمولا کافیه برای دستگاه ها. دستگاه خونگی، حالا من اسکندری رو میگم، دستگاه 48 96 تایی ایزی روتر 1 و 2 که خب با باتری ماشین کار میکنن، اونا که قضیهشون جدا است، 12 ولت. بقیه دستگاه خانگی یه 500 وات داشته باشی، مثلا 2-3 تا 3-4 تاشو میتونی باهاش استفاده کنی، یا 1000 وات بخری دیگه میتونی دستگاه رو سری کنی ازشون استفاده کنی چون مصرف زیادی نداره. مثلا یه 1000 وات داشته باشی از این، مثلا 2-3 تا دستگاه 126 168 رو میتونی باهاش روشن کنی. اینجوریه، یعنی از مقدارش واقعی اون واتی که میگیم. حالا اگه دستگاهی دیگه داری، برندهای دیگه داری، خب باید محاسبه کنی ببینی دستگاه چند وات متناسب با دستگاه خریداری کنی، ولی من فکر میکنم همون 500000 وات برای دستگاه جوجه کشی کافیه. عرضم به حضور منورتون که آقا واقعا این دستگاه اون چیزی که نیاز ما هستش و یکی از مشکلات اساسی ما در قطعی برق که واقعا هم تو ایران آزاردهنده هستش و هر روز حداقل دوبار وجود داشت، دیگه با این دستگاه حل میشه، با این وسیله حل میشه. این گابی هم که میبینید هستش، گاب دستگاه جوجه‌کشی قبلا ما استفاده میکردی، فعلا اینا رو گذاشتیم چون واقعا تقاضا بالا بود، قطعی برقا هم دیگه شروع شده، واسه همین از این استفاده کردیم. 0 تا 100ش هم محصول خودمونه، بچهای الکترونیک اینو طراحی تولید کردن، یه 4-5 سال هم روش کار کردیم، انصافا 4-5 سال کار کردیم و بالاخره امسال به مرحله تولید رسید بعد کلی آزمون ها اینا. 0 تا 100ش هم کار بچهای الکترونیک خودمونه. این گاب جوجه‌کشی، ولی گاب اصلی خودش رو قالب سازی کردیم، یعنی طراحی قالب سازی شده، داره تعداد بالا تولید میشه، به محض اینکه اون گابش اومد، کارتون و بسته‌بندی اینا هم همشون مناسبه و طراحی شدن، اونا اومد، حالا اون فاینال شکل نهاییشو براتون عکس و فیلمشو میذارم. ولی فعلا با این گابا داریم به تعداد محدود به بازار میدیم. یه دیگه یه چیز اتوماته و خیلی راحت میتونید دیگه مشکل برقاتون رو برای همیشه حل کنید. اگه نظری، انتقاد، پیشنهاد دارید توی برای من کامنت کنید. انصافا هم این وسیله‌ای که من معرفی کردم خدایی ارزش اینو داره که این ویدیو رو الان لایک کنید.